بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام و احترام دارم خدمت دوستان گرامی. بنده محمد سعید بیلکار هستم با جلسه 11 از کلاس قواعد العربیه 2 در دانشگاه امام صادق خدمت شما هستیم. ما درس ششم رو به پایان رسوندیم، درسی که به مرور دروس قبلی اختصاص داشت و سوالاتی رو برای ما طرح کرده بود که ما باید به اونها پاسخ میدادیم. به درس هفتم میرسیم. درس هفتم اولین درسی هستش که ما پس از جامد و مشتق قرار با اون آشنا بشیم. بریم ببینیم این درس قراره برای ما چه نکاتی رو داشته باشه. ببینیم ما در بحث صرف اسم در وهله اول اومدیم با این مسئله آشنا شدیم که آیا اصلاً برای اسمها این توانایی وجود دارد که اصل فعلی داشته باشند یا نه. لذا مبحث اول ما به جامد و مشتق اختصاص پیدا کرد که هر کدوم از اینها تقسیماتی داشت. جامد به دو دسته مصدری و غیر مصدری تقسیم شد، مشتق هم 7 دسته داشت از اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، صفت مشبهه یا مشبهه، خدمتتون عرض کنم اسم مکان، اسم زمان، اسم آلت. یه مورد موند، اونم اسم تفصیل. این 8 مورد که اگه اسم مکان و اسم زمان یکی کنیم میشه 7 مورد. اولین مواجهه ما با مبحث صرف اسم همین موارد بود. یعنی فهمیدیم اسامی وجود دارن که اصل فعلی دارن. خب این خیلی به ما کمک میکنه. چرا؟ چون اگر بخوایم این کلمه رو پیدا کنیم، اگر بخوایم این کلمه رو تحلیل کنیم با مراجعه به ریشه و اصل فعلیش، میتونیم بفهمیم این کلمه چه معنایی داره. و نه، کلماتی بودن که جامد بودن. خب اگه جامده مصدری می بود، باز به ما کمک میکنه که بدونیم خود این چیزی که الان باهاش مواجهیم یک اصله. اگه جامده غیر مصدری می بود، باز هم به ما کمک میکرد که خب دنبالش توی فعلها نگردیم چون اصلا فعلی نداره و خود این کلمه رو به ما هوا تحلیل کنیم بدون اینکه بخوایم اون رو با فعلی ارتباط بدیم. حالا در وهله دوم در مبحث صرف اسم بناست که با ساختارهای اسم که ازش تعبیر شده ابنیت الاسماء آشنا بشیم. خب ما این بحث رو یک بار در صرف فعل داشتیم، منتها اونجا داشتیم فعل رو تحلیل میکردیم، داشتیم فعل رو واکاوی میکردیم. این که بیایم بحث کنیم ببینیم فعلی که الان داریم اولا چه وزنی داره، دوما آیا این فعلی که باهاش مواجهیم همه حروفی که داره اصلیه، یعنی جزء ریشهش محسوب میشه، یا نه برخی از این حروف زائد و اضافی هست. لذا ما در اینجا بناست با این اسمها آشنا بشیم. در ابتدا میایم اسم رو به 3 دسته تقسیم میکنیم. میگیم ببین اسم از لحاظ ریشه از این 3 دسته خارج نیست، یا ثلاثی است یا رباعی است یا خماسی است. یعنی ما یا اسمی داریم که ریشش ستاییه، این همه دیدیم نظیر علم، یا اسمی داریم که ریشش رباعیه،
نظیر واژه دهرجه به معنای قلتاندن که ریشش هست دال، هر، ر و جیم. یا اسمی داریم که ریشش خماسیه، یعنی پنجتاییه. این خماسی رو ما دیگه دو افعال نداشتیم، یعنی فعلی وجود نداشت که ریشه خماسی داشته باشه. فعل ها نهایتا یا ثلاثی بودن یا رباعی بودن، اما اسم ها متفاوتند. اسم ها میتونه ریشهشون ستایی، میتونه ریشهشون چهارتایی یا پنجتایی باشه. منتها به طور کلی رباعی و خماسی کم کار برده به نسبت ثلاثی. باز دوباره داخل در همین تقسیم بندی ما میایم هر کدوم از اینها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. میگیم اسم ثلاثی یا مجرد است یا مزیدون فی هست، یعنی یا هیچ حرف اضافه ای زائد بر ریشه خودش نداره، فقط حروف ریشش در این اسم مشاهده میشه، یا نه چیزی اضافه داره. اگر چیزی اضافه نداشت مجرده، یعنی خالی از چیزهای دیگه. اگر چیزی اضافه داشت مزیدون فی. برای رباعی هم همینطوره، رباعی میشه مجرد یا مزیدون فی، یعنی صرفا اسمی رو داشته باشیم که چهار حرف ریشش درش مشاهده میشه، یا اینکه اسمی رو داشته باشیم که علاوه بر چهار حرف ریشه چیزی زیاد داره. و آخرین تقسیم بندی برای خماسی همینطوره، خماسی مجرد و همچنین خماسی مزیدون فی. این میشه تقسیم بندی ما. و اسم ها، اگر بگردیم اسم ها رو استقصا کنیم، تمامی اسم ها رو از این شش دسته ای که برای شما ترسیم کردیم خارج نیستن. یعنی یک اسم یا ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزیدون فی هست، یا رباعی مجرد است یا رباعی مزیدون فی هست، یا خماسی مجرد است یا خماسی مزیدون فی هست. این مبحث اول ما. از اینجا به بعد بناست بریم وزن هر کدوم از اینها رو بدونیم، یعنی بفهمیم اسم ثلاثی مجرد چه اوزانی داره، چند تا وزن داره، اسم رباعی مجرد چه وزنهایی داره، اسم خماسی مجرد چه وزنهایی داره. مزیدون فی وزنهاش خیلی زیادن، گفته شده بیش از 300 تا وزن شاید بشه براش شمرد. لذا کتاب شما دیگه عملا نیومده به مزیدون فی ها بپردازه، چون اگر میخواست بپردازه خودش یک ترم درسی بود که تحلیل بشه که این 300 وزن از کجا اومدن، چه هستن و غیره. لذا صرفا به ذکر تعداد بسنده کرد. یه نکته دیگه باقیه، اونم اینه که یه مستشکلی میاد به ما ایراد میگیره، میگه آقا جون شما گفتی اسم یا ثلاثی مجرده یا رباعیه یا خماسیه، حالا مجرد یا مزید. میگیم درست. میگه پس این اسم رو چیکار میکنی؟ اسمی نظیره اخ به معنای برادر، اسمی نظیر اب به معنای پدر. ایرادش رو ادامه میده، میگه ببین توی این مثالی که الان ما داریم میگیم اخ اب، کلن دو تا حرف دیده میشه، پس شما چطور داری میگی به من اسم یا ثلاثیس یا رباعیس یا خماسی؟ این که دوتاییه، یعنی سناییه. نحو سنتی بهش چه پاسخی میده؟ میگه آهان، اگر شما دیدی واژه‌ای کمتر از سه حرف داشت، نظیر همین اخ و ابی که مثال زدی، این واژه حتما درش حذف اتفاق افتاده. یعنی یک چیز محذوفی داشته، یک ریشه محذوفی داشته که در اینجا، یک ریشه به اصطلاح سومی داشته که در اینجا حذف شده. به عنوان مثال اخ در اصل بوده اخوه،
اب در اصل بوده ابوه و به دلایل این حذف شده، لذا ما نام اینها رو میذاریم اسامیه یا اسم المحذوف و منه، یعنی اسم هایی که از آنها چیزی حذف شده، المحذوف و منه. در نتیجه از اونجایی که این دسته از اسم ها مهمن، ما در این درس به اونها هم میپردازیم، برای همین عنوان ما شده ابنیت الاسما یا ابنیت الاسم و الاسم المحذوف و منه. این میشه کل درسی که بناست کتاب شما در درس هفتم به شما ارائه بده. بریم ببینیم متن کتاب به ما چی میگه تا انشالله توضیحات بیشتری رو خدمت دوستان ارائه کنیم. میگه ببین، ینقسم الاسم المعرب من جهت تعداد احرفه. خب من همینجا یه قید رو بذارم. ببینید انشالله در ادامه با یک تقسیم بندی بسیار مهم آشنا میشین، اونم تقسیم بندی اسم به دو دسته معرب و مبنیه. این تقسیم بندی نام دیگه ای هم داره که به نظرم اگر با اون نام توضیح بدیم فایده بیشتری داره. نحوی ها یا صرفی ها، وقتی میگیم نحوی ها منظورمون تمام عالمان علوم عربیه، نه صرفا افرادی که رجوع نحو بحث میکنن، میان اسم رو به دو دسته متمکن یا غیر متمکن تقسیم میکنن. از کجا شروع کنیم که این واضح باشه؟ میگم ببین، ما در تعریف اسم چی میگفتیم؟ میگفتیم اسم کلمه ایست که بر معنای مستقل بدون اقتران زمان دلالت کند. چی شد؟ چند تا قید مهم گذاشتیم. یکی استقلال معنایی بود، دیگری عدم اقتران به زمان بود. یعنی این دوتا به اصطلاح مؤلفه برای اسم ضروری است. میگیم خب یه مثال هم برای ما میزنیم، میگیم بله، نظیر واژه رجل به معنای مرد. الان واژه رجل که معناش هست مرد، هم معنای مستقلی رو به ما میرسونه، یعنی شما وقتی میشنوی رجل یه صورت ذهنی برات چی میشه؟ شکل میگیره که به اون میگن علم. این صورت ذهنی به واسطه واژه رجل شکل گرفته، اون صورت ذهنی هم مستقل دیگه، وابسته به چیزی که نیست. وقتی میشنوی رجل و میشی مرد، میگه آهان میدونم مرد چی. زمانی همراهشه، یعنی وقتی میشنوی مرد، گذشته رو تصور میکنی خیر، حال رو تصور میکنی خیر، آینده رو تصور میکنی خیر. پس واژه رجل چیه؟ یک اسمه. کند میرم جلو چون غرض دارم. از اون طرف میایم و تعریف دیگه ای ارائه میدیم. این شد تعریف اسم. از اون طرف میایم تعریف دیگه ای ارائه میدیم برای حرف. بگیم کلمه ایست که بر معنای غیر مستقل دلالت میکنه، یا برخی گفتن به معنای دلالت میکنه منتها نه فی نفسه بل فی غیره.
یعنی به واسطه یه واژگان دیگه است که معناش کامل میشه و خودش به خودی خود هیچ معنایی ندارد و هیچ چیزی ازش ما نمیفهمیم. میگیم نظیر واژه من به معنای از، واژه من به معنای از به خودی خود معنایی نداره، اما این واژه در جمله اگر بیاد معنا پیدا میکنه، مثلا میشه من، مثلا من البیت، از خانه، خوبی معنا داره. جئت من البیت، از خونه اومدم، معنا داره. چرا؟ چون کارش ایجاد ربط، ربطم به دو طرف نیاز داره تا بتونه ارتباطی رو برقرار کنه. خب پس فهمیدیم تعریف اسم چیه و تعریف حرف چیه. منتها کار به همین سادگی نیست. یعنی چی کار به همین سادگی نیست؟ یعنی وقتی ما اومدیم واژگان زبان عربی رو استقصا کردیم، همه رو جمع کردیم، مورد مطالعه قرار دادیم، دیدیم واژگانی وجود دارن که در یک منطقه مرزی قرار میگیرن. مرز بین چی و چی؟ میگیم مرز بین اسمیت و حرفیت. منطقه مرزی که ما داریم برای شما تصویر میکنیم و واژگانی در اون منطقه جای گرفتند، نه میشه قسم حضرت عباس خورد که اینا اسمهایی هستند نظیر رجل، نظیر کتاب، که متمکن و ظرفیت اسم بودن را به طور کامل دارن، تمکن و ظرفیت رو کامل از آن خود کردن. نمیتونیم بگیم اینها حرفند، یعنی کلن هیچ معنای مستقلی ندارن و صرفا کارشون ربط. میگم مثل چه واژه‌ای؟ میگم نظیر واژه من به معنای کسی. خب این واژه من به معنای کسی که از یه طرف شما وقتی میشنوی کسی که، یا واژه من عربی رو میشنوی، یه تصویر ذهنی برات شکل میگیره که داریم راجع به یک فرد، یک آدم صحبت میکنیم. اما از اون طرف سریع برات سوال ایجاد میشه، کسی که چی؟ کسی که عالم است، کسی که جاهل است، کسی که به اصطلاح مثلا خوب است، بد است، یا هرچی. یعنی از یه طرف این واژه معنای مستقل دارد، البته شاید نتونیم حتی بگیم مستقل، از یه طرف وابسته به غیر است. نه مثل اسم بود که هیچ وابستگی نداشته باشه. یعنی شما وقتی میشنوی مرد، یه تصویری برات شکل بگیره و بدونی راجع به چی داره صحبت میشه. نه مثل واژه من به معنای از بود که وقتی میشنویش هیچی برات شکل نگیره تا وقتی که در جمله بیاد و تا وقتی ربط ایجاد کنه. لذا اینها اومدن اسم رو به دو دسته تقسیم کردن. گفتن ببین، ما یک سری اسم ها داریم که متمکنن. متمکنن یعنی چی؟ یعنی ظرفیت اسم بودن را به طور کامل دارن. ظرفیت اسم بودن را دارند. یه سری اسم دیگه داریم که غیر متمکنند. یعنی با اینکه اسمن اما ظرفیت واقعی اسم بودن را ندارند. چرا ظرفیت واقعی را ندارند؟ زیرا شبیه به حرفند. چجوری شبیه به حرفند؟ میگیم چون وابسته به غیرند. لذا ما در اسم ها دو تا شاخه یا یک تقسیم بندی بسیار مهم به وجود آوردیم، هرچند بعدا با این تقسیم بندی آشنا خواهیم شد. یکی اسم های متمکن و دیگری اسم های غیر متمکن. تمکن داشتن یعنی ظرفیت اسم بودن داشتن،
غیر متمکن ظرفیت واقعی اسم بودن را نداشتن. چجوری شده که این ظرفیت کم شده و کاسته شده؟ میگیم با شباهت به حروف. حالا از آنجایی که این دیگه برمیگرده به بحث نحو، از آنجایی که اعراب، نه اون اعرابی که البته تو فعل مضارع میخونین، این اعراب مخصوص اسم هست، از اونجایی که اعراب قرار نقش کلمات رو به ما نشون بده و تنها واژگانی میتونن خوب این اعراب رو به خودشون بگیرن که ظرفیت کامل اسم بودن رو داشته باشن، ما به اون اسم ها میگیم معرب، یعنی اسم هایی که میتونن اعراب بپذیرن، و به اون دسته که ظرفیت واقعی اسم بودن رو نداشتن، همونطور که حروف اعراب نمیگرفتن، من اعراب نمیگرفت که، این حروف هم اعراب نمیگیرن، لهشون میگیم مبنی. یعنی یه تفاوت ریزی بین معرب بودن و متمکن بودن هست، ولی خب به هر حال ما میتونیم اینها رو در کنار هم بذاریم. خب چرا این همه توضیح رو دادم؟ برای این همه توضیح رو دادم، یعنی مقدمه چند دقیقه حدود 7-8 دقیقه رو به این سبب گفتم که خدمت شما عرض کنم آنچه ما اینجا داریم به شما معرفی میکنیم، میگیم ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، مربوط به اسمهای متمکنه، یعنی اسمهایی که ظرفیت اسم بودن را دارند، یا نام دیگرش اسمهای معربه. اسمهای مبنی یا غیر متمکن اصلا شبیه به حرفن، و غالباً از اونجایی که شبیه به حرفن، حروف چقدر تعدادشون بود؟ معمولاً یه حرفی بودن، دو حرفی بودن. این اسمهای غیر متمکنن یه حرفی دو حرفی هن. دیدید من موصوله دو حرفی بود، و دیگه اصلا ما در این جنبه، یعنی در اسمهای غیر متمکن، برای شما بحث وزن مطرح نمی کنیم، بحث ثلاثی مجرد یا مزید بودن مطرح نمی کنیم، حتی بحث ریشه مطرح نمی کنیم که ریشه این چیه، اینها رو اصلا نداریم. چرا؟ چون اینها غیر متمکنن، ظرفیت کامل اسم بودن رو دارا نیستن. یه نفر میگه یعنی کلا باهاشون آشنا نمیشیم؟ میگیم خیر، باهاشون آشنا میشیم. کجا؟ میگیم یه دسته باز میکنیم اسمهای مبنی، چون تعدادشون هم کمه، همه اسمهای مبنی اونجا بهتون معرفی میکنیم، میگیم موصولات، ضمایر، اسامی اشاره، نمیدونم اسمهای فعل و غیر، اونجوری بهتون معرفی میکنیم. دیگه از کانالی که الان وارد شدیم، یعنی معرفی وزن، معرفی ساختار برای اسمهای مبنی و غیر متمکن وارد نمیشیم. برای همینم کتاب شما اومد در ابتدا چیکار کرد؟ یه قید بسیار مهم گذاشت. گفت چی؟ گفت این تقسیم بندی که ما داریم میگیم مربوط به اسم معربه. شما جلوی معرب بنویس مساوی متمکن، تقسیم میشه اسم متمکن یا معرب از جهات تعداد حرفش الى ثلاثی به ستایی و رباعی یا چهارتایی و خماسی یا پنجتایی. لأنهو میگه خب چرا این تقسیم بندی رو انجام میدیم؟ به این خاطر که این اسم معرب یبنا ساخته شده فی اصل وضعهی، در زمانی که ما داشتیم این رو وضع میکردیم و اصلا میساختیم، وضع معنی قرار داد کردنه. یه توضیح هم نمیدونم ترم پیش به دوستانی که با بند کلاس داشتن دادم که اصلا مفهوم وضع یعنی چی. میگه ما زمانی که داشتیم اینها رو قرار داد میکردیم که این واژه این معنا رو برسونه، به این صورت قرار داد کردیم که یا گفتیم ستایی ان اما علی ثلاثه احرف، نحو فرس معنای اسب، مانند واژه فرس به معنای اسب، و اما علا اربعه احرف یا چهارتایی هن نحو درهم، و اما علا خمسه احرف یا پنجتایی هن. یعنی اینها اینجوری ساخته شدن اصلا، لذا ما اومدیم آنچه که ساخته شده بودن رو صرفا تقسیم بندی براش ارائه دادیم، مانند سفرجل به معنای به. و کلون منها میگه هر کدوم از اینها اما مجرد یا هیچ حرف اضافه ای نداره، و اما مزیدون فی، یا نه اینکه داره حرف اضافه، داره و چیزی بهش اضافه شد. از اینجا به بعد میره سراغ توضیح در رابطه با اسمهای ثلاثی مجرد. خوب دقت کنید، اسم ثلاثی مجرد و با فعل ثلاثی مجرد اشتباه نگیرینا. ما الان وارد اسم شدیم و قرار وزنهای اسمی رو بشناسیم. تا قبل از اون با وزنهای فعلی آشنا شده بودیم، 6 تا باب داشت،
فعله یفعلو فعله یفعلو فعله یفعلو فعله یفعلو فعله یفعلو و همچنین فعله یفعلو. این شش تا بود. اینا واسه فعل‌های ثلاثی مجرد بودن. حالا بناست که در رابطه با اسم‌های ثلاثی مجرد و وزن‌های اون راجع به شما توضیح بدیم. خب ثلاثی مجرد. ببینین وقتی داریم میگیم اسمی ثلاثی مجرده یعنی صرفا فقط سه تا حرف ریشه شو داره، یعنی ف، عین و لا. میخوایم ببینیم اگر اسمی صرفا سه تا حرف داشته باشه چند تا وزن براش قابل تصوره. میگیم اولا باید یه کاری کنی، بیای لام رو جدا کنی. چرا؟ زیرا لام یعنی حرف آخر علامت اعراب میگیرد، از اونجایی که لام علامت اعراب میگیره یعنی صرفا در جمله تغییر میکنه. همون رجلی که من گفتم لام رجل فاعل بشه میشه الرجلو، مفعول بشه میشه الرجله. پس در تعیین وزن برای ما کاربرد نداره. میمونه چی؟ میمونه فا و عین. میگم هر کدوم از این فا و عین باید توجه داشته باشیم که ما قبلش این توجه داشته باشیم ما سه تا حرکت داریم که هست فتحه، کسره و ضمه، و یه ضد حرکت داریم که هست سکون. فاعل فعل ما آیا میتونه این چهارتا حالت رو به خودش بگیره؟ میگیم همه چهارتا رو نه. چرا؟ چون در زبان عربی شروع کردن به واسطه ساکن محاله. اصطلاحا میگن ابتداء به ساکن در زبان عربی محال است، یعنی شما نمیتونی واژه‌ای داشته باشی که اولی ساکن باشه. در نتیجه فاعل فعل من میتونه سه تا حالت داشته باشه. اون سه حالت چیه؟ میگیم یا فتحه داشته باشه به صورت ف، یا کسره داشته باشه به صورت ف، یا ضمه داشته باشه به صورت ف. عین الفعل چطور؟ میگیم خب عین الفعل که دیگه اول نیست، پس همه چهار حالت رو میتونه داشته باشه. یعنی ساکن باشه، فتحه داشته باشه به صورت ع، کسره داشته باشه به صورت ع، ضمه داشته باشه به صورت او. میایم سه تا حالتی که فاعل فعل داشت رو با چهار حالتی که عین الفعل میتونست به خودش بگیره رو در هم ضرب میکنیم. 3 ضرب در 4 میشه 12. از لحاظ عقلی و ریاضی اگر واژه‌ای 3 تا حرف داشته باشه، اسمی 3 تا حرف داشته باشه، با توجه به اینکه حرف آخر اعراب میگیره و در وزن داخل نیست و میمونه دوتا حرف، و اون حرف اول سه تا میگیره حرف دوم چهار تا میگیره، از لحاظ عقلی 12 وزن
برای ثلاثی مجرد، اونم اسم ثلاثی مجرد، قابل تصور است. درست؟ آیا در لغت عربی هم این 12 وزن وارد شده؟ میدونید یه زمان هست ما داریم راجع به تقسیم عقلی صحبت میکنیم، میگیم این امکان وجود داره که 12 تا وزن باشه. یه زمان هست داریم راجع به وقوع این امکان صحبت میکنیم که آیا در خارج، در زبان، در لسان متکلمان این زبان این 12 وزن به کاربرد رسیدن یا نه؟ میگیم آها، از این 12 وزن 2 وزن کاربردی نداشتن، واژه‌ای بر 2 وزن این 12 تا نیامده. اجازه بدید به ترتیب بریم جلو تا بتونیم اون 2 وزن رو شناسایی کنیم. خب گفتیم فاعل فعل 3 حالت داره. از حالت اول شروع میکنیم که فع بود. فع اگر با عین الفعل ساکن برخورد کنه وزن ما میشه فعل، حالت اول. حالت دوم اگر عین الفعل فتحه داشته باشه میشه فعل. حالت سوم اگر عین الفعل کسره داشته باشه میشه فعل. و حالت چهارم اگر عین الفعل ضمه داشته باشه میشه فعول. این 4 تا. بریم سراغ حالتی که فاعل فعل درش کسره داره، یعنی ف هست. خب باز دوباره اگر عین الفعل درش ساکن باشه میشه فعل، اگر عین الفعل درش فتحه داشته باشه میشه فعل، اگر عین الفعل درش کسره داشته باشه میشه فعل، اگر عین الفعل درش ضمه داشته باشه میشه فعل. این هم 4 تا. و حالت آخر فاعل فعل اینه که ضمه داشته باشه، بازم 4 تا براش مطرحه. اگه عین الفعل ثابت باشه و ساکن باشه میشه فعل، فتحه داشته باشه میشه فعل. کسره داشته باشه میشه فعل، ضمه داشته باشه میشه فعل. این شد 12 وزن. از این 12 وزن 2 وزن به کاربرد نرسیدند، یعنی در لغت عرب به صورت اسمی کاربرد ندارند. یکی وزن فعله که ما اون رو نداریم، دیگری وزن فعله، اونم ما نداریم. میشه از لحاظ صرف نواختی یا پروزودی که جلسات پیش راجع بهش توضیح دادیم بهتون توضیح کرد که فعل به نوعی به حالت مجهول اختصاص پیدا کرده و دیگه ازش اسمی نیامده، یا برعکس اینا دیدن وزن فعل در اسامی خالیه، خواستن فعل مجهول بسازن، اومدن فعل رو انتخاب کردن برای مجهول سازی. ولی به هر حال ما اگر تمامی اسامی ثلاثی مجرد را استقصا کنیم که نحوی ها کردن، یعنی جمع آوری کنیم ببینیم مثلا چه اسم های ثلاثی مجردی وجود داره، 2 وزن فعل و فعل درش وجود نداره. هر دوی این وزن هم یه شاخصه دارن. شاخصه شون اینه که در یکی ما از کسره به ضمه میریم، در دیگری از ضمه به کسره میریم، که هر دوی اینها دارای ثقالت و سنگینی هم. یعنی رفتن از کسره به ضمه یه سنگینی داره، همینطور رفتن از ضمه به کسره هم سنگینی داره. و چه بسا این موجب شده که ما واژگانی نبینیم که در این وزن در لغت عرب به کاربرد برسن. پس مون 10 تا وزن: فعل، 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 فعل و فعل. کتاب شما این 10 وزن را معرفی کرده و برای هر کدوم مثال هایی رو ذکر کرده. شماره 1 وزن فعله، گفته نظیر شمس به معنای خورشید و همچنین سهل به معنای آسان. مورد 2 وزن فعله،
وزن فعل باز دوباره دو تا مثال براش اومده، یکی فرس به معنای اسب و دیگری بطل به معنای شخصی که دلیره. علت این که دو تا مثال هم میزنه اینه که اولین مثالی که میزنه معنای توصیف کنندگی نداره، یعنی وصف نیست. وقتی میگی شمس به معنای خورشید چیزی رو توصیف نمیکنه. وقتی میگی فرس به معنای اسب بازم این اسم توصیف کننده نیست، اما در مقابل سهل به معنای آسان توصیف میکنه، کار آسان، نمیدونم امتحان آسان. بطل به معنای دلیر هم همینطور، الرجل البطل یعنی فرد دلیر، پس این هم توصیف میکنه. میشه گفت تقریبا این رو رعایت میکنه تا آخر، یعنی مثالهای اول مثالهای غیر توصیف کننده هن که اصطلاح بهشون گفته میشه موصوف، مثالهای بعدی توانایی توصیف کردن دارن بهشون گفته میشه صفت. اینم در ادامه باهاش آشنا میشیم. مورد سوم وزن فعول رو واسهش مثال میزنه، میگه مانند رجل به معنای مرد و واژه یقظ به معنای هوشیار و آگاه، شخص بیدار، که خب این بیدار بعد استعاره آورده شده واسه شخصی که هوشیاره. مورد چهارم وزن فعل، یکی به معنای کبد، داخل هر چیز رو بهش میگن کبد، که ما به این علت هم هست که یکی از اعضای بدنمون کبد نام داره چون داخل بدن و شکمه. و واژه بعدی حذره به معنای ترسو. مورد بعد وزن فعله، مثال زده عدل، عدل به معنای مثل، مانند هر چیز رو میگن عدل هر چیز، خب این معنای توصیفی نداره. و یک مثال میزنه نکس، نکس به شخصی گفته میشه که در وجود او خیری نباشه. مشاهده میکنین تو پاورقی هم گفته الرجل الضعیف الدنی الذی لا خیر فیه. وزن بعدی وزن فعله، مثال میزنه عنب به معنای انگور و همچنین زیم، گفته معناش هست متفرق. مورد بعد فعله، ابل رو مثال میزنه به معنای شتر و همچنین ابد رو مثال میزنه. ابد به شخصی گفته میشه که هر سال زایمان داره، لذا گفته امرأتون ابد، یعنی خانومی که هر سال زایمان انجام میده، ما تلد و کل عامل. مورد شماره 8 وزن فعله، که قفل رو مثال میزنه هم معنای فارسیه و همچنین حلب رو مثال میزنه به معنای شیرین. مورد نهم فعله، مثالی که برای زده واژه سرعت رو گفته که یک پرنده است. تو فارسی من سرچ کردم تو گوگل، بهش گفته میشه یک نوع پرنده ایه که گنجشکه و تو حال اسمهای علمی بهش گفته میشه سنگ چشم سرحنایی، میتونی سرچ کنین و مشاهده کنین. و مورد بعدی واژه ختمه، که به چهار پا، به چوپانی گفته میشه که به چهار پای ها ظلم میکنه. و آخرین مورد، مورد شماره 10 وزن فعله، مثال اول عنق رو زده، معنی گردن رو داره. و مورد بعدی جنوب رو گفته که خب صفتیه که هم معنای فارسیه، همون استفاده که ما در فارسی ازش داریم در عربی هم به همون صورت. الملاحظه که ما توضیحی در اطباش دادیم، میگه ببین القسمت العقلیه، تقسیم بندی عقلی اقتضا میکرد تقتضی ان تکون للثلاثی المجرد 12 وزنا، که برای ثلاثی مجرد 12 تا وزن وجود داشته باشه. لان حرکات الفا ثلاثه، زیرا حرکات فا الفعل ستاست و هی الفتح و ضمه و الکسر، که شامل فتحه و ضمه و کسر است. و یجری ذالک فعل عین ایزن، میگه عین هم همینطوره، اونم سه تا حرکت میگیره. و یزید و از سکون، همچنین سکون هم بهش اضافه میشه، میشه 4 تا. و یتوکنو و یتکونو نتیجتون من اختلاف حرکت الفاء و العین 12 وزنه، میگه خب نتیجه ای که برای ما حاصل میشه 12 تا وزنه. منتها الا ان وزن فعل، میگه منتها باید حواست باشه که وزن فعل بسیار کمه، قلیلون نحو دوئل، مانند واژه دوئل که گفته میشه اسم یک حشره است یا اسم یک قبیله است. لان هذا الوزن قصد تخصیصه بالفعل المبنی للمجهول، چرا حالا کمه؟ میگه به این خاطر که این وزن اختصاص داده شده به فعل مجهول، دیگه اسم براش نیاوردن، اون رو مختص به فعل مجهول براش گرفتن.
وزن فعل رو که خب البته آخرش هم مبنی میشه فعله. یه وزن میمونه، میگه اما وزن فعل فغیر موجوده، میگه این اصلا وجود نداره، حتی کم کاربرد هم نیست. علتش چیه؟ میگه وزالکل اسر الانتقال من الکسره الزم. علتش هم اینه که بسیار سخته که شما بخوای از کسره به زمه بری، بگی فعل، خودش کسره سنگینه، به زمه که به نوعی شاید سنگین تر باشه بخواد برسه، کار رو سخت میکنه. لذا 10 تا وزن باقی میمونه. بعد از اون به سراغ وزنهای رباعی مجرد میره. خب ما دیگه اینها رو میتونیم یادداشت نکنیم. رباعی مجرد میتونست خیلی وزنها داشته باشه، منتها یه قاعده رو باید تو ذهنتون بسپرید، اونم اینه که در زبان عربی اجتماع اربع حرکات اتفاق نمیفته. اینم باز دوباره یک قاعده آوائی به ما میگه چی؟ در زبان عربی اجتماع اربع حرکات رخ نمیدهد. اجتماع اربع حرکات یعنی این که 4 تا حرکت پشت هم بیان در زبان عربی اتفاق نمیفته. بر همین شما وقتی به سراغ رباعی مجرد میری، تو رباعی مجرد خب توقع اینه که ما بیایم ضربه های مختلفی انجام بدیم، بگیم فاعل فعل 3 تا، عین الفعل 4 تا، لام الفعل اول هم 4 تا. خب خیلی میشه 3 4 تا 12 تا، 12 ضرب در 4 هم میشه 48. توقع داری 48 تا وزن داشته باشی. اما همین یه قاعده کار شما رو خراب میکنه. چرا؟ چون به شما میگه آقا جون شما نمیتونی 4 تا حرکت پشت هم بذاری، مثلا نمیتونی وزنی داشته باشی به صورت فعلل. چرا؟ چون فاعل فعل حرکت، عین الفعل حرکت 2 تا، لام الفعل اول هم حرکت 3 تا، اون لام آخر هم که اعراب میگیره میشه فعللون، میشه 4 تا حرکت پشت هم و این در عربی رخ نمیده، یا اگرم رخ بده بسیار شاید کم کاربرد باشه. در نتیجه به طور کلی محاسبات و معادلات ما رو به هم میزنه. برای همین شما وزنهایی که اینجا به عنوان 6 وزن مشاهده میکنید، همگی به نحوی این اجتماع اربع حرکات رو شکوندن. تو اولی شماره 1 وزن فعلل رو داریم که مشاهده میکنید عین الفعل داره ساکن شده، مثالش هم پس جعفر. تو وزن دوم مثال فعلل رو داریم، باز دوباره عین الفعل ساکن شده و اون رو، یعنی اجتماع اربع حرکات رو شکونده. مثالی که برای فعلل میزنن واژه زبرجه به معنای آرایش و زینت. این وزن دوم. وزن سوم فعلل، باز دوباره عین الفعل در ساکنه که این رو خراب نکنه، قاعده اوله. مثل چی؟ فعلا مثل درهم که بسیار کاربرد داره این باشه. وزن چهارم، اجازه بدیم وزن چهارم باشه، 5 و 6 رو بگیم. وزن پنجم فعلل، مانند برسون. برسون به چنگال جانوران گفته میشه. و وزن ششم فعلل به شکل جخدب، یعنی مثالش اینه که جخدب هم به نوعی حشره گفته میشه. ببینید این 5 وزنی که تا اینجا گفتیم به شما، همگی
اجتماع اربع حرکات رو با ساکن کردن عین الفعل شکوندن. یه وزن دیگه داریم که اجتماع اربع حرکات رو با ساکن کردن لام الفعل اول شکونده، اونم وزن فعلونه. خوب دقت کنید، این وزن تشدید نداره هان. تشدیدی که ما اینجا براش یادداشت کردیم به این خاطره که ما برای وزن گذاری رباعی ها از دو تا لام استفاده میکنیم، وگرنه اگر میخواستیم با کلمه های دیگه بگیم، مثلا اگر به جای لام دومی میم میآوردیم میشد فعلم، یعنی اصلا ادغام و تشدیدی رخ نمیداد. لذا مثالشو ببینید، مثالش میاد قمطر، تشدیدی درش مشاهده نمیشه. قمطر هم به معنی چیزی که درش کتاب میذارن، جای کتاب. این ششتا وزن در زبان عربی در رباعی مجرد اومده: فعلل، 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 فعل، فعلل و فعلل. اینکه چرا فقط همین شش وزن اومده خودش به نظرم جای بررسی داره. تو پاورقی هم هر کدوم از این وزن ها رو براش مثال وصفی زده. این مثال هایی که ما زدیم هیچ کدوم وصف نمی کردن، چنگال جانور واژه توصیف کننده نیست، اما تو پاورقی از همین وزن ها مثال های وصفی آورده که میتونید اونها رو مشاهده کنید. و در آخر به سراغ خماسی مجرد میره، میگه و اما اوزان الاسم الخماسی المجرد اربعتون. میگه وزنی که ما برای خماسی مجرد داریم هم چهار تاست. اولی فعلل، مثالشو زده سفرجل به معنای به. مورد بعدی فعللل به شکل جهمرش. جهمرش به چه معناست؟ جهمرش به شخصی میگن که پیر باشه و بزرگ باشه. منتها میبینید تو پاورقی هم گفته چی؟ گفته العجوز الکبیر. عجوز به زن پیر زن به زن پیر گفته میشه یا پیر زن گفته میشه، که ما تو قرآن هم داریم الا عجوزن فلقابرین. ممکنه به من ایراد بگیرید بگید آقا جون مگه نمیگی که به پیر زن گفته میشه؟ میگیم خب. میگه پس چرا تا تأنیث نداره؟ میگم انشاءالله در ادامه میخونید که وزن فعول و همچنین وزن فعیل در شرایط خاص مذکر مؤنثشون یکسانه، لذا دیگه تا تأنیثی نیاز ندارن. همین عجوز هم یکی از مثالاش. وزن دوم هست فعلل، مثل خزعبل. خب ما تو فارسی هم داریم، منتها ما تو فارسی میگیم خزعبل، میگه فلانی خزعبل میگه. این به اصطلاح همون معنای فارسی رو داره، به معنی سخن بیهوده. و مورد آخر فعللون، مثل زنجفرون، که زنجفر نوعی سنگه. این هم از واژه فارسی گرفته شده، دوستان همین رو سرچ کنن توضیحاتی رو براش در گوگل میاد که میتونن مشاهده کنن. این شد خماسی مجرد ما. تو پاورقی هم باز دوباره مثال های دیگه یا توضیح های دیگه داده که به اونها نمیپردازیم. بعد یه نکته مهم میگه، میگه ببین ما تا اینجا هرچی میگفتیم راجع به خماسی مجرد بود، در رابطه با مزید اما المزید و فیه فاوزانه کثیره، میگه وزنهاش خیلی زیاده، تبلغ و ثلاثمئه و ثمانیه، میرسه به 308 وزن. تو پاورقی میگه این تازه بر طبق نقل سیبویه و زاده بعضهم علیها نحو ثمانی. میگه 80 تا برخی به این اضافه کردن، شده 388 تا، که البته میگه برخیش دارای ضعف، ولی به هر حال مشاهده میکنید چند تا وزن گفتن؟ 308 تا وزن گفتن. خب خیلی به اصطلاح شناختن سخته، قاعده هم نداره، لا ضابطه لها. در نتیجه ما بهش نمیپردازیم، منتها یه نکته رو بهت میگم که این رو حواست باشه. اون نکته اینه، ممکنه همان بپرسه خب آقا جون ما ثلاثی مجرد داشتیم دیدیم چجوریه، رباعی مجرد داشتیم دیدیم چجوریه، خماسی مجرد داشتیم هم دیدیم چجوریه،
تو مزیدها نهایت اتفاقی که واسه واژه میفته اون رو به چند تا حرف میرسونه. یعنی مثلا ما میتونیم واژه یا اسمی داشته باشیم که ده حرفیه. میگه چی؟ میگه وقایت و ما ینتهی الیه الاسم به زیاده سبعت و احرف. میگه بیشترین تعداد حرف برای یک اسم با احتساب اون حرف هایی که زائد برش میاد هفت حرف. یعنی شما دیگه بیش از هفت حرف مشاهده نمی کنی. و یه نکته دیگر رو به ما جواب میده. سوال اینه از کجا بفهمیم و حرفی زائد است؟ میگه ببین اگر میخوای بگی حرفی زائده، اولا یک باید حداقل سه حرف اصلی را در واژه مشخص کنی. سه حرف اصلی یعنی سه حرف ریشه. این کار اولته. منتها باز تو پرانتز می نویسیم البته بجز اسمهای محذوف من که اونها توضیح خاصی دارن در ادامه میاد. این کار اولته. دومین کاری که میکنی اینه که آن حرف زائد باید از حروف زیر باشد. اینطور نیست که فکر کنی از 28 حرف زبان عربی همشون میتونه به طور زائد بیاد. کتاب شما میگه نه خیر، اصلا همچه خبر نیست. اگر قراره حرفی زائد تلقی بشه و اصلا زائد کاربرد داشته باشه، باید جزو این حرف باشه، جزو حروف سعل تمونی ها. یعنی یا سین باشه یا همزه باشه یا لام باشه یا ت باشه یا میم باشه یا واو باشه یا نون باشه یا ه یا یه باشه یا ه باشه یا الف مدی باشه آ باشه. میگه غیر از این ما حرف زائد در زبان عربی نداریم. به عنوان مثال مثلا عین به صورت زائد نمیاد. اینو کجا میگه؟ تو پاورقی بهش اشاره میکنه، پاورقی 12. میگه احرف و زیاده، حروفی که به عنوان زائد میان عشرتون دهتان و هو احرفو و اینها شامل این حروفن. سألتمونی ها. البته جا داشته نکته ای رو بگی، گاهی از اوقات حروف دیگری هم زائد میشن که اون زائد شدنه به دلیل تغییراتیه. به عنوان مثال ت دستدار هم گاهی زائد میشه، مثلا در واژه استبره. خب این ته دستدار در از ته دو نقطه بود و باب افتعال بود استبره. منطقه چون ساد به عنوان فاعل فعل قرار گرفت، ته دو نقطه ما به ته دستدار تبدیل شد. جاداش راجب اون هم بگه که برخی از حروف هستن که خودشون تغییر یافته این ده حرفن و به هر حال زائد اومدن. میگه ولا نحکم، ما حکم نمی کنیم به زیادت حرفن به اینکه حرفی زائده باشه، الا اذا کان معهو، مگر اینکه همراه با اون حرف سلاست و احرفن اصولن، سه حرف اصل، سه حرف ریشه وجود داشته باشه. بعد تو پاورقی این توضیحی که عرض شد و میده و ادامه میده. میگه چی؟ میگه فل اسم سلاسی، اسم سلاسی، ببخشید، فل اسم سلاسی الاصول، اسمی که سه حرف اصلی داره یعنی سه تا ریشه داره، المزید و فی که مزید و فی ماننده این مثال واژه استغفار. خب واژه استغفار ریشش از غفره، باقی زائد است. الف اول زائد است، سین زائد است، ت زائد است، اون الف قبل از رم زائد است. و رباعی الاصول از مزید و فی، اسمی که ریشش چهارتایی اما دارای زیادته، مانند احرنجام به معنای جمع کردن، بخش جمع شدن، که خب مشاهده میکنید ریشش ه و ر و جیم و میمه، باقی زائد است. و الخماسی الاصول میگه پنجتایی که به صلاح مانند سفرجل و اینها دیدیم، اگر بناست
مزیدون فیه باشه، اون حرف زائد اینه لا یزاد و فیه الا حرف مد قبل الاخر، اون چیزی که بهش اضافه میشه یا حرف مدی قبل از حرف آخرش او بعده، یا حرف مدی بعد از حرف آخرش، حرف آخر ریشه. یعنی دو تا مثال میزنه، یکی از رفوته که یک حشره سفیده، مشاهده میکنید حرف زائد ما واوه که یکی مونده به آخر اومده، مدی هم پس، و همچنین قبعصرا به شطوری گفته میشه که بسیار مو داره. خب اینجا هم مشاهده میکنید حرف مد در آخر اومده، بعد از را که حرف آخر ماست اومد. میگه از این حال خماسی مزید خارج نیست. خب الحمدلله توضیحات ما در رابطه با ابنیت الاسم به پایان رسید، صرفا تمرین کلاسی مونده که انشالله الان بهش میپردازیم. بریم به سراغ تمرین کلاسی. گفته ما هو الابنیت الاسماء التالیه، ساختار اسمهای زیر چیست؟ خوب دقت کنید، وزن رو از ما نخواسته، صرفا ساختار رو خواسته. یعنی همین که شما تعیین کنین این واژگان ثلاثی مجرد یا مزیدن، رباعی مجرد یا مزیدن، خماسی مجرد یا مزیدن کفایت میکنه. البته ما به خود دوستان این رو میسپاریم که علاوه بر این که به اصطلاح این حالت رو اینجا الان تعیین میکنیم، دوستان باید لطف کنن که تا جلسه بعدی به عنوان تکلیف وزنهای اینها رو هم مشخص کنن و بفرستن. یعنی بگن سلسبیل چه وزنیه، کوثر چه وزنیه و غیره. خب بریم به هر کدوم از اینها بپردازیم. سلسبیل خماسی مزیده، سین و لام، سه ب و لام آخر، حرفای اصلیشن میشن 5 تا، یهی که قبل از لام اومده به شکل حرف مدی حرف زائدشه، در نتیجه میشه خماسی مزید. کوثر رباعی مجرده، یعنی هم کاف هم واو هم سه نقطه هم ره همه حروف اصلی تلقی میشن. البته ممکنه شخصی بیاد اینجا ایراد بگیره که این ریشش کسوره، وزنش فوعله، که فکر کنم هم این قول هم گفته شده، یعنی واو رو جزء به اصطلاح ریشه نگیره، که در اون صورت میشه ثلاثی مزید. مورد بعدی دمشق، خب اینم باز دوباره رباعی مجرده، یعنی هر 4 تا حرف ریشن و حرف زائد نداره. مورد بعدی مختاره که باهاش آشنا شدیم، بوده مختیر و غیره، ثلاثی مزیده، در باب افتعال هم هست، اسم مفعول یا فاعله. مورد بعدی عجوزه، اینم ثلاثی مزیده چون یه تا آخرش اضافه داره، یه واو وسطش اضافه داره، هرچند که این عجوز برای فعل ثلاثی مجرد به کار میره. خوب دقت کنید بین این دو فرق. یه زمان هست من دارم راجع به این صحبت میکنم که آیا اسمم زیادتی داره یا نه که مجرد یا مزید باشه، یه زمان دیگه هست دارم میگم این وزن، به عنوان مثال وزن فعول، وزن فاعل، برای فعل ثلاثی مجرد به کار میره یا فعل ثلاثی مزید. خب در این صورت ما کاملا دو تا روی کرده متفاوت رو داریم. خدمتتون عرض شد یه زمان هست شما بناست خود واژه اسمیتون رو بسنجین، اسمتون رو بسنجین که خود این واژه آیا در خودش حرف اضافه هست یا نیست، ثلاثی است یا رباعی. خب در این صورت میاد به واژه نگاه میکنید، واژه عجوزه رو میبینید، میگید یه واو و یه تا اضافه داره میشه ثلاثی مزید. اما یه زمان هست میخواید بگید این واژه عجوزه واسه کدوم دسته از افعال ما میاد، آیا واسه فعل عجوزه میاد که ثلاثی مجرده، یا واسه فعل عجزه میاد که ثلاثی مزید. اونجا بحث فرق میکنه. خب اونجا ما چی میگفتیم؟ شما میگفتیم وزن فعول و فعیل مختص بودن به چی؟ به ثلاثی مجرد، حالا مگه استثناءاتی باشه و اینا. پس این که ما اونجا به شما میگفتیم عجوزه مختص به ثلاثی مجرده، منظورمون نبود که خودی ثلاثی مجرده، بلکه منظورمون این بودش که این واژه مختص به فعل ثلاثی مجرده. این خیلی نکته مهمیه که به نظرم باید بهش توجه بشه. به سراغ مورد بعدی بریم. البته من اینم بگم، من تا حدی دارم با تا حدی که نه کاملا دارم با نحو، با مبنای نحو سنتی این رو خدمت شما توضیح میدم، وگرنه اگر ما بخوایم
بر مبنای مثلا میگم صرف پروزودی، صرف نواختی چنین چیزی رو تحلیل کنیم، میگه خب عجوزه اصلا حرف اضافه ای نداره، صرفا یک به اصطلاح مصوت بلند بهش اضافه شده. همونطور که شما مثلا میگم فعله رو نمیگفتید اون فتح حرف زائده، این واو هم اصلا حرف نیست، یک مصوت بلند. منتها تحلیل به اصطلاح لغتشناسان و صرفیان عرب این بوده که مصوت های بلند رو به مثابه حرف تلقی میکردن، که به نظرم خودش این باعث شده که یک اشتباهات دراز دامنی رو به اصطلاح در صرف و نحو عربی به وجود بیاره. اما خب به هر حال این بوده و ما مجبوریم به هر حال اون مبنای سنتی رو خدمت دوستان ارائه بدیم. به سراغ مورد بعدی بریم. قرطب، خب هر پنجتاش اصلیه، مشاهده میکنید جزء سألتمونی ها هم نیست، لذا خماسی مجرد محسوب میشه. مورد بعدی مترجمه. مترجم نظرات مختلفی در رابطه باش هست، به طور کلی میخوان اینها تحلیل کنن که واژه ترجمه که ما داریم و اون رو استفاده میکنیم از چه واژه‌ای گرفته شده، ریشه اصلیش چیه و به چه صورت حالا کاربرد داره. واژه ترجمه، بله، برخی میگن که این واژه از ترزبان فارسی گرفته شده و معرب از فارسیه، برخی میگن این واژه از ترگوم گرفته شده از زبان آرامی، که این نظرگویی صحیح تره، معنی همین برگرداندن سخن دیگری. برخی نه، برخی گفتن اصلا این واژه اصالتا عربیه و ریشش رجمه. اگه ما تحلیل به اصطلاح اونهایی که میگن از ریشه ترگوم آرامیه رو بپذیریم، ترجمه چهارتایی میشه، یعنی تئوره و جه و میم، در نتیجه رباعی محسوب میشه و مترجم رباعی مزیده. اونهایی که میگن ریشش رجمه، از همون رجم و اینها به معنی انداختن و سنگ زدن و اینها گرفته شده، در نتیجه این رو ثلاثی مزید میدونن. دو تا حرف اضافه داره، یکی میمه که ته، میمه واسه اسم فاعل ساختنشه، ته به خود فعل اضافه شده. یعنی ما فعل ترجمه رو اصلا ثلاثی مزید میدونیم، نه رباعی مجرد. خب این دو نظر متفاوته. خیلی مفصل راجع به این که اصلا ریشه ترجمه چیه مقالات و منابعی وجود داره، دوستان میتونن مراجعه کنن. خب به سراغ مورد بعدی بریم. مورد واژه ما هست عبقری. عبقری طبق آنچه به نظر میاد که ما تو قرآن هم داریم، و عبقری انحسان، این ریشش عبقره و یک یا مشدد بهش اضافه شده، در نتیجه ما اون رو رباعی مزید تلقی میکنیم. مورد بعدی عصفوره، که جمعش به شکل عصافیر و اینها کاربرد داره به معنای گنجشک. ریشش عین و صاد و ف و ر، یعنی چهارتاییه و یک واو به عنوان حرف مزید اضافه شده، در نتیجه رباعی مزیده. مورد شماره ده ید. ید رو ما ثلاثی مجرد میدونیم که حذفی هم درش اتفاق افتاده، که انشالله در ادامه قراره باهاش آشنا بشیم. مورد بعدی سلح هستش. سلح هم به نوعی ثلاثی مجرده، منتها باید حواسمون باشه که شاید از یه طرف دیگه این رو ثلاثی مزید بدونیم. چرا؟ ببینید سلح از یک طرف حرف اصلیش حذف شده، از یک طرف یه چیزی بهش اضافه شده. یه نفر اگه بگه که نه، از اونجایی که این حرفه که اضافه شده به جای اون حرف اومده، پس ما نباید این رو زائد فرض کنیم، خب ثلاثی مجرد میگیردش. یکی دیگه ممکنه بگه نه، به هر حال این اضافه ای داره، در نتیجه ثلاثی مزید. اما اون قولی که میگه این رو شما ثلاثی مجرد بدون، ارجحیت داره. چرا؟ چون ممکن استدلال کنه که حرف زائد عوض از حرف اصلیه و خودش استقلالی به اصطلاح نداره. مورد آخر هادن، که بر وزن فاعل بوده هادیون، بعد تغییر یافته، این هم ثلاثی مزیده، به هر حال اون الف رو که قطعا به عنوان اضافه داره. وارد مبحث جدیدمون بشیم، آخرین مبحث از درس هفتم، راجع به اسمهایی که درشون حذف اتفاق افتاده.
الاسم محذوف منه، اسمی که دارای حذف. مقدمه خوبی رو کتاب برای ما بیان میکنه، میگه ببین قد علمت من ما تقدم، از اون چیزی که گذشت دانستی که ان الاسم المتمکن لا تقل حروفه الاصلی ان ثلاثه، که یک اسم متمکن، اسمی که ظرفیت اسم بودن رو داره و معربه، حروف اصلیش از ستا کمتر نمیشه، یعنی ریشش از ستا کمتر نیست، ما ریشه ثنائی نداریم، هرچند به این حرف میشه به صلاح خدشه وارد کرد. خدشش هم توضیحات مفصلی رو دادیم که به هر حال زبان سامی ریشه ثنائی داشته، چون آفراسیایی ثنائی داره و برخی از واژگان نظیر اب و اخ و اینها به همون صورت ثنائی خودشون باقی موندن. منتها به هر حال از اونجایی که منابع کافی زبانشناختی برای نحویان سنتی نبوده به این نظریه پرداخته نشد. میگه حالا که از ستا کمتر شد ما این رو ناشی از چی میدونیم؟ میگه الا اذا دخله حذفون، میگه علتش اینه که حذفی درش اتفاق افتاده. اگه ما بخوایم با نگاه زبانشناسی نگاه کنیم دقیقا برعکس اینه، میگیم ببین این اب چیزی بهش اضافه نشده که ثنائی مونده، نه اینکه چیزی ازش کم شده، یعنی کاملا مسیر برعکس اینها رو میره. فینتهی بالحذف الا حرفین، میگه به واسطه حذف اون واژه به دو حرف تقلیل پیدا کرده و به دو حرف رسیده. مثال های معروفش واژه اخ، واژه اب، واژه فم. مصادری داریم به شکل سلح، عده و غیر. میگه خب حالا هر کدوم از اینها، یعنی ما میخواییم اسمهای محذوف من همون رو یه تقسیم بندی کنیم، الاسم المحذوف من میشه یه تقسیم بندی براش گفت، یا یک دسته ای که هیچ حرفی به جای حرف محذوف در واژه نیامده است، یعنی یه حرفی هست شده چیزی جایگزین نشده براش، میگیم نظیر اخ و اب. این دسته ها هیچ حرفی به اصطلاح به جاشون نیامد. دسته دیگه ای که داریم، دسته دوم ما، به جای حرف محذوف چی اومده؟ تا در آخر کلمه اضافه شده. منتها باید حواسمون باشه تو این دسته تا به جای حرف فاعل فعل آمده، یعنی فاعل فعل ما محذوفه. این نکته مهمیه، باید بهش توجه کنیم. آنچه که در اینجا محذوف شده فاعل فعل و تا در آخر اومده. مثل چی؟ مثل واژه سلاح که در اصل چی بود؟ در اصل به صورت وصل بود، بعد تبدیل شد به سلح، یعنی فاعل فعل که واواش افتاد یه تا اومد. این دسته دوم. دسته سوم میگیم حرف محذوف لام الفعل بوده، یعنی حرف آخر بوده و به جای آن در اول کلمه همزه وصل آمده، نظیر واژه ابن که در اصل چی بود؟ در اصل بنوه بود، منتها اتفاقی که افتاد
این بودش که بنوه به ابن بدل شد، یعنی واو افتاد و همزه بهش اضافه شد در اولش. و دسته چهارم، دسته چهارم ما باز دوباره حرف محذوف آخرین حرفه، یعنی لام الفعل، و به جای آن، یعنی به جای اون حرف محذوف، یک تا در آخر کلمه اضافه شده. نظیر واژه لقه به معنای زبان، که این واژه لقه ریشش ل، غ و واوه، منطقه اون واو افتاده و یک تا به آخرش اضافه شده. بخونیم متنو. میگه ثم ان الاسم المحذوف منه قد یبقى على حالته، میگه گاهی از اوقات به حالت خودش باقی میمونه اون اسمی که درش حذف وجود داره، و لم یعوض عن المحذوف به حرفن، و چیزی جایگزین اون به اصطلاح حرف محذوف ما نمیشه، مانند واژه اب، واژه ید. میگه و قد یعوض، گاهی از اوقات جایگزین میشه عن المحذوف به جای اون محذوفه، اما به تائن فی آخره بدلا من فائه، یه تا در آخر کلمه به جای فاول فعل، یعنی فاول فعل محذوف ماست، مانند واژه سلح که در اصل وصل بود، و اما به همزه وصل فی اوله، یا اینکه همزه وصل در اول اضافه میشه به جای چی؟ میگه بدلا من لامه، به جای لام الفعل، یعنی لام الفعل حذف شده و همزه وصل اضافه شده. نظیر واژه ابن که در اصل بنوه بود بعد شد ابن، واو افتاد همزه اضافه شد. و همچنین دسته آخر این که لام الفعل حذف میشه و به جای اون لام الفعل اما به تا ان فی آخره، تا اضافه میشه، مانند واژه لغه که ریشش لغوه، تا آخر، واو آخر افتاده و تا اضافه شده. یه نفر میپرسه آیا اینها قاعده مندن؟ یعنی ما قاعده خاصی داریم تشخیص بدیم هر کدوم مربوط به کجاست؟ میگه خیر، و کل ذالک سماعیون، همه اینها سماعیان، یعنی صرفا باید از عرب شنیده باشی و قاعده مند نیستن. لا یقاس علی، قاعده ای براشون وجود نداره، قیاسی براشون وجود نداره، بجز فیما کان علی مثال سلح وعده. میگه بجز اون موردی که ما در ترم قبلی به شما معرفی کردیم در رابطه با وزن فعل، که گفتیم وزن فعل اگر برای افعال مثال واوی به کار بره، مانند ریشه وصله، این واژگان به این صورتن که اگر بر وزن فعل بیان واوشون حذف میشه و تا بهش اضافه میشه، وصل میشه سلح، وعد میشه عده، وسق میشه سقه. میگه این موارد رو ما میتونیم قیاسی بدونیم. یه مورد دیگه هم بودش که اینجا مثال نزده، در رابطه با فعل‌های عجوفه، یعنی فعل‌هایی که حرف وسطشون ال است و در باب افعالن، یا مثلا در باب استفعالن، ریشه قومه میره تو باب افعال میشه اقوام، بعد واو حذف میشه و به آخرش تا اضافه میشه، میشه اقامه. میره تو باب استفعال میشه استقوام، واوش حذف میشه، تا اضافه میشه، میشه استقامه. این مورد هم قیاسی تلقی میشه. و آخرین نکته، میگه ثم ان الحرف المحذوف، میگه سپس باید توجه داشته باشی که حرف محذوف یکون فی الغالب واون، غالبا واو، مانند واژه اب که دیدی ابوه بود، و قد یکون یا ان، گاهی از اوقات ممکنه یه باشه، مانند چی؟ مانند واژه ید، که اون چیزی که حذف شده یه، یعنی ریشه ما یدیه. از کجا میفهمیم؟ مثلا از جمعش که هست ایدی. و قد یکون ها ان، میگه گاهی از اوقات ممکنه حرف ه باشه، کما فی فم، همونطوری که در واژه فم به معنای دهان وجود داره، ریشش در اصل چیه؟ میگیم ریشش در اصل فوهه. از کجا میفهمیم؟ میگیم از جمعش متوجه میشیم، جمع واژه فم هست افواه، خب میفهمیم ریشش ف و و ه. میگه منتها بعضی موارد هستن که اختلافی هن، یعنی نمیدونیم دقیق واون یا انها هن. و اما فی نحو شفه و سنه، شفه به معنای لب، سنه به معنی سال،
میگه اختلاف وجود داره. فقیل الحرف المحذوف منها الواو، برخی میگن حرفی که حذف شده واوه، یعنی ریشه شفه هست شفه و. وقیل الها، برخی میگن های، یعنی ریشه شفه و هست، ببخشید ریشه واژه شفه شفت هست شفه شفه. اینو واسه سنه هم گفتن، برخی گفتن ریشهش سنوه که این تقویت میشه وقتی جمعش میبندیم، جمعش میشه سنوات. برخی گفتن نه ریشهش سنهه. یه نفر میگه آقا جون اصلا خب ملاک تشخیص چیه؟ ما از کجا باید بفهمیم حرف محذوف چیه؟ میگه آهان، شما اگه میخوای حرف محذوف رو پیدا کنی، واژه رو جمع مکسر ببند یا مصغرش کن. تو پاورقی بهش اشاره میکنه، میگه یوجد و قاعده تون عامه، یه قاعده عمومی وجود داره، لتشخیص الحروف الاصلی فی الکلمه، برای تشخیص حروف اصلی کلمه که ما بدونیم اون حرف اصلی چیه. اونم اینه، فهیه الجمع المکسر و تسخیر یردان الاسماء الى اصولها، باز میگردونن اسمها رو به اصل خودشون. فمثلا به عنوان مثال، یجمع و اخ و اب و اسم علا نحو اخفه آبا و اسما. میگه همین که این واژگان به این صورت جمع بسته میشن، به ما میفهمونن که ریشه شون و حرف محذوفشون یک واو بوده، اسم بوده سمه و، اخ بوده اخه و، اب بوده ابه و. از کجا میفهمیم؟ میگه نگاه کن، اخفه اصلا واوشو میبینی، تو آبا در اصل بوده آباو، بعد واوه چون که در آخر قرار گرفته بعد از الف به همزه تبدیل شده. اسما هم همینطور، در اصل بوده اسماو، چون آخر قرار گرفته بعد از الف به همزه تبدیل شده، که ما در رابطه با باقی واو و یاها هم همین کارو میکردیم. میگه حالا تسخیرشو ببین، یکون و تسخیروها اخی، اوبی و سمی. میگه این هم باز همینطوره، بوده اخیو، بوده اخی، شده اخی. اوبی در اصل اوبیو بود، قاعده اعلال داشتیم اگر خاطرتون باشه، میگفتیم دو حرف ال واو یا کنار هم قرار بگیرن، طبق به صلاح حالاتی واو به یه تبدیل میشه، مانند سعیوت که میشد سعید. این هم همینطوره، اخیو شده اخی، بنیو شده بنی، سمیو شده سمی. میگه فنف همو من هما، از این دو میفهمیم، ان الحرف المحذوف فی الاولین، میگه حرف محذوف ما در اون دو واژه اول چی بوده؟ واو بوده که چیزی هم به جاش نیمده. و الحرف المحذوف المعوض عنه به همزت وصلن فی الاخیره هی الواو. میگه در رابطه با اسمم که به صلاح حرف محذوفی داره و به جاش یه همزه اومده، باز دوباره اون حرف محذوفه واوه. اینم از این. آخرین نکته ای که کتابشون بیان کرد همین بود. انشاءالله دوستان لطف کنن تمرین کلاسی درس هفتم رو تموم کنن، در گروه بفرستن که ما اون رو چک کنیم. درس هفتم به پایان رسید، انشاءالله جلسه آینده درس هشتم رو شروع خواهیم کرد. بیش از این عرضی نیست، و صلی الله علی محمد و آل محمد.